برنامه خارجی این است که پنجشیر قبل از آمدن طالبان انفجار کند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان می نویسد: برنامه خارجی این است که پنجشیر قبل از آمدن گروه طالبان انفجار کنند. از مراجع متفاوت امنیتی و ناظران اوضاع گزارش های مکرر واصل شده است که آمریکایی ها به منظور تسهیل روند طالب پذیری در سطح عمومی در پی بی‌ثبات سازی ولایت پنجشیر بودند و در این برنامه هزینه کردند. همکنون شبکه های مختلف با هم رقیب خارجی در پنجشیر کار می کنند. مقدمه این پروژه از سالها پیش شروع شده بود و با هزینه امارات، کویت، عربستان و قطر صدها مدرسه علنی و مخفی فعال شده است. پنجشیر اکنون بستر و حیات خلوت داعش و حزب التحریر است. برنامه خارجی یک هدف دارد. پیش از آوردن گروه طالبان در صحنه قدرت، پنجشیر به عنوان مرکز اصلی مقاومت ملی برای بقای مدنیت در افغانستان باید از درون انفجار کند و داعش که همانا چهره دوم طالب است، پنجشیر را به تصرف خود درآورد. عناصری که از نام پنجشیر در صحنه سیاست، منصبگیری و تجارت در کابل اقامت دارند، توان و اختیاری در کنترل اوضاع را ندارند. و این در حالی است که مقام‌های محلی در ولایت اروزگان کشته شدن 28 سرباز پلیس ملی و محلی را در ولسوالی کیزاب این ولایت به دست گروه طالبان تایید کردند. از چند روز به این سو جنگ شدید بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان در کیزاب ولایت اروزگان جریان داشت و نیروهای امنیتی از چند پاسگاه و گفته مقام‌های محلی عقب نشینی تاکتیکی کرده بودند. زرگی بادی، سخنگوی والی اروزگان، روز چهارشنبه دوم میزان گفت که برخی از نیروهای امنیتی در پاسگاه‌هایشان در محاصره شدید قرار داشتند، اما شمار زیادی از این نیروها به مرکز رسیده بودند. با گفته عبادی، طالبان به نیروهای امنیتی که در محاصره قرار داشتند وعده داده بودند که اگر تسلیم شوند آنها را به سلامت به خانه هایشان می فرستند و تنها اسلحه آنها را کار دارند. سخنگوی ولی اروزگان گفت که طالبان خلاف این تعهد خود 28 نیروی امنیتی را پس از تسلیم شدن به قتل رساندند. زرگی بادی گفت که اجساد این سربازان شام روز سه‌شنبه به دست آمده است. سخنگوی والی اروزگان بیشتر گفته بود که شبکه های مخابراتی در ولسوالی اروزگان پس از حمله طالبان قطع شده است و برقراری ارتباط با این ولسوالی ممکن نیست. زرگی بادی اما روز چهارشنبه گفت که وضعیت در ولسوالی گیزاب در کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. پیشتر نیز گزارش شده بود که حدود 30 نیروی امنیتی در حمله طالبان در ولسوالی گیزاب کشته شدند. در همین حال روزنامه اطلاعات روز در یک خبرنامه می نویسد: در ولایت غور طالبان مسیر فیروزکوه دولتیار را ماین‌گذاری کردند. عبدالمعروف رامش، سخنگوی فرماندهی پلیس غور، روز چهارشنبه دوم میزان به روزنامه اطلاعات روز گفت که این مسیر از دو روز به این سو در منطقه شینیه برای ترافیک مسدود شده است. منابع امنیتی در ولایت غور میگویند که جنگجویان گروه طالبان مسیر فیروزکوه ولسوالی دولتیار را ماین‌گذاری کردند و در حال حاضر جاده برای ترافیک مسدود است. آقای رامش گفت که با عبور موترها از این مسیر امکان انفجار و تلفات غیر نظامیان وجود دارد. با گفته او، شاهراه کابل که مسدود گزارش شده بود برای ترافیک باز است و مسافران از این مسیر رفت و آمد می کنند. این در حال است که اخیراً انفجار ماین های کنار جاده‌ای در سراسر کشور
از جمله ولایت خرد در زون غرب کشور افزایش یافته است. انفجار ماین در کنار درگیری های مستقیم میان طرف های جنگ یکی از عواملی است که از غیر نظامیان قربانی می گیرد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید، منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.